پس محبوبه رو چیکار کردی؟ راستشو بگو ببینم احمد. نکنه خدا نکرده عقلتو از دست دادی و بردی طلاقشو دادی؟ ول کن مادر، حال و حوصله‌شو ندارم. وا، یعنی چی؟ نباید بدونم بین تو و محبوب چه اتفاقی افتاده؟ بس کن مادر، باز من اومدم توی این خونه خراب شده؟ آخه چرا نمیذاری با گرفتاریام بسازم؟ تمام این گرفتاریا رو خودت واسه خودت درست کردی. دلم به عروسم خوش بود که تو اونم ازم گرفتی. فعلا خونه پدرشه تا دادگاه تکلیفش روشن کنه. بلند شو یه کمی به خودت برس. اگه یه نفر تو رو با این وضع ببینه چی میگه؟ کیه؟ خالی جون منم. دختر خالتت. تو رو خدا سر و وضعتو درست کن، تو رو با این قیافه نبینه. محبوبه چشی؟ نمیدونم بالا از خودش به... محبوبه جون سلام، حالت چطوره؟ سلام. چی
چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ ببینم اگه اتفاقی افتاده. تو رو خدا میبینی مرضیه. از مرضیه دختر خالت یاد بگیر. ببین چه زندگی خوبی برای خودش درست کرده. آدم لذت میبره به خدا. خیلی خوب دیگه، اشکاتو پاک کن. مگه چطور شده؟ دنیا که به آخر نرسیده. تازه چند وقت دیگه بچه دار میشی. نمیدونم سرنوشت این بچه به کجا کشیده میشه. خدا بزرگه، همه چی درست میشه. مگه چی شده؟ خودتو ناراحت نکن. نمیدونم به درگاه خداوند چه گناهی مرتکب شدم. این حرفو نزن، اتفاقی که افتاده ممکنه برای هر کسی بیفته. آخه چرا من؟ چی میگی محبوبه؟ مگه چه فرقی میکنه؟ همه زندگی خوب و دوست دارن. مگه احمد وقتی از زندان آزاد شد کار سابقش رو ترک نکرد؟ نه، وقتی از زندان آزاد شد احمد آزاد شد خیلی خوشحال شدم. با خودم گفتم احمد دیگه سراغ کار گذشتش نمیره، ولی انگار اشتباه میکردم. چیزی نگذشته بود که شنیدم آقا دوباره کار سابقشو پیش گرفته. هرچی سعی کردم، هرچی باهاش کلنجار رفتم، نتونستم متقاعدش کنم تا اینکه کارمون بالاخره به دادگاه کشیده شد. خب دادگاه چه جوابی داد؟ قاضی دادگاه هرچی باهاش کلنجار رفت نتونست متقاعدش کنه. پرونده رو برای مدتی بایگانی اعلام کرد. بعد از دادگاه کارتون به کجا کشید؟ هیچی. با هم به توافق رسیدیم تا به دنیا اومدن بچه دور از هم زندگی کنیم. حالا نمیدونم چی کار کنم. عقلم به جایی قد نمیده. اقلن حقیقتو میگفتی. میگفتی که احمد قاچاق چیه. نتونستم خودم راضی کنم. قباحت داره، خجالت نمیکشی؟ مردم در انتخاب زن چقدر خوششانس هستن. حالا میگیم چیکار کنم؟ خب معلومه، جدا شو. اون برای تو شوهر نمیشه. این بغل نگرده. چشم آقا. زنده داش، زنده داش. سلام. سلام. چشم ما روشن. رسیدن یه خیر. کی برگشتی؟ همین الان رسیدم. بریم. خب تعریف کن ببینم داشتی با این عجله کجا میرفتی؟ والا راستش این پدر مادرت چطورن؟ داداشت رضا حالش خوبه؟ بعد نیستن، سلام میرسونم. رضا کار دانشگاهش به کجا کشید؟ مشغول درس خوندنه مثل همیشه. امیدوارم به هر حال موفق باشه. خیلی ممنونم، زنده باشی. چی شده زن داداش؟ به نظر میاد حال و هوای خوبی نداری. رنگت هم پریده، حالت خوب نیست؟ چرا چیزی نمیگی؟ راستشو بگو، نکنه اتفاقی افتاده که نمیخوای به من بگی؟ نه، نه، اتفاقی نیفتاده. اگه اتفاقی نیفتاده، پس چرا غمگینی؟ آخه چطوری بگم؟ من و احمد... حالا فهمیدم. مادر گفته بود بین تو و احمد شکراب شده.
خب حالا داری کجا میری؟ دارم میرم پیش دکتر. خیلی خوب، بریم، منم همراهت میام. نه خیلی ممنون، احتیاج نیست، راضی به زحمت شما نیستم. این حرفا چیه؟ از راه رسیدی و خسته، خودم میرم. نه مهم نیست، بریم. بچهش نمیفهمم منظورتون از این خنده ها چیه؟ خیلی عصبانی به نظر میرسی احمد. خواستیم ببینیم تا چه حد میتونیم روی تو حساب بکنیم. شماها بعد از این همه سرگردونی به خاطر چند بسته نمک جون منو به خطر انداختین؟ بهتر زیاد سخت نگیری پسر. از اینکه به جمع ما پیوستی خوشحالی. قربونت برم، خیلی قشنگ مادر. اگه ناراحت نشی اینو دلم میخواد بدم به محبوبه، به درد اون میخوره. برای زندداشم آوردم اینه هاش. ببین باز کن ببین خوشت میاد. راضی شدی؟ قربونت برم مادر، من همیشه از تو راضیم. وای چه رنگی، خیلی قشنگه مادر. قربونت برم، اگه محبوبه ببینه خیلی خوشش میاد. نمیدونم اگه تو رو نداشتم چی میشد. چی میگی مادر؟ این حرفا چیه؟ من که کاری نکردم. داشتی یادم میرفت، این ساعتم برای داداش آوردم. خب چرا میدی به من؟ خودت بهش بده. باش، خودم بهش میدم. کسی قراره بیا؟ باید احمد باشه. سلام، خوشحالم برگشتی مهدی، حالت خوبه؟ سلام داداش، حالت چطوره؟ قربونت برم. چطوری تو؟ اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. قربون تو داداش. منم دلم برات تنگ شده بود. خب بگو ببینم مأموریت با موفقیت انجام شد؟ آره، راستشو بخوای من داشتم جونم از دست میدادم. چرا ناراحت شدی؟ نکنه از حرفای من ناراحت شدی؟ به جای این حرفا بیاین بشینین یه چیزی بخورین بچه. مادر راست میگه، چند وقت همدیگر رو ندیدیم. آره بیا بیا برادر. خب مادر، راستی احمد یه ساعت برای تو بود.
ببین ببین میپسندیش؟ بذار بازش کنم. من جمعه پاشو برو جمعه. امروز قرار بود بری پیش دکتر کاظمی، رفتی؟ با تو هم پرسیدم رفتی یا نه؟ رفتم یا نه؟ آره رفتم. خب دکتر چه جوابی داد؟ نگفت کی بستری میشی؟ چرا؟ قراره چند روز دیگه بستری بشم. دکتر ازم خواست فردا اول بخ برم آزمایش. حتما این کارو بکن. تو باید برای بهبودی حالت هم که شده اعتیادتو ترک کنی. نذار بیشتر از این آلوده بشی. این زندگی نیست که برای من و پسرت درست کردی. پسرمون علی بزرگ شده. آرزوم اینه که تو هر چه زودتر برگردی سر خون زندگی سابقت. پرویز تو رو به خدا به ما رحم کن. دلم میخواد بازم مثل گذشته بتونیم با هم زندگی خوشی رو از سر بگیریم. این توقع زیادی نیست که تو اعتیادتو ترک بکنی. خب منم دوست دارم ترک کنم ولی نمیشه. چرا؟ اگه اراده کنی میشه. تو باید سعی خودتو بکنی. منم دوست دارم به یه زندگی خوب و ساده برگردم. من همه اینا رو درک میکنم. پس کاری بکن مثل گذشته تو این خونه درگیری نباشه. یادت بارها خواستیم به خاطر همین موضوع از هم جدا بشیم. بیا تو رو خدا تصمیم جدی بگیر و این کارو تموم کن. نظر بیشتر از این پیش مردم سرشکسته بشیم. من این دفعه دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. به خاطر تو و پسرم و زندگیمونم که شده ترک میکنم. خوشحالم که اینو میشنوم. خب حالا دیگه خسته ای، بیا شامتو بخور و برو استراحت کن. بیا راستی یه چیزی پرویز. چی؟ چطور دوباره ورزشو شروع کنی ها؟ آره. بابات بیدار کردی؟ خودش بیدار شده بود. خب پسرم تو بابات بیاد برو دست صورت بشور. آفرین. سلام. سلام. خب زود صبح نمو بده که امروز خیلی خیلی کشتم. چی؟ چی کار داری میکنی؟ مگه قرار نیست ناشتا بری آزمایش؟ چرا؟ چرا؟ اصلا یادم نبود. خب شد گفتی. باید ناشته باشم. دکتر منتظرمه. الان میرم. خداحافظ. خداحافظ.
بله پرویز خودتی توی یه همه منم زود بیا پایین الان میام کی بود؟ دوستمه احمد این وقت صبح باهات چی کار داری؟ خب حتما کارم داره سلام سلام چطوری؟ چطوری؟ خوبم، چه خبر؟ بعدی سه، رئیس ازم خواست بیام بهت اطلاع بدم مقداری از جنس ها رو برسونی به تیمور کی با کجا؟ امروز ساعت 8 بعد از ظهر طبق معمول جایی باشه، من خودم ترتیبش میدم خب دیگه، من باید برم پرویز سر ساعت 8 بعد از ظهر مواد دیر اخلاق رئیس رو که میدونی آره بابا میدونم از جونم که سیر نشدم خیالت راحت باشه من به موقع خیلی خوب من میرم قرار ما ساعت 8 باشه قربان خدا بودم که میخوای ترک کنی واقعا که چقدر سادم فکر میکردم تو فقط معتادی ولی اشتباه میکردم تو یه قاچاقچی هستی تو منو فریب دادی تمام حرفایی که تو حالا به من زدی همش دروغ بود هرچی خواستی برات فراهم کردم اگه دلت به حال من نمیسوزه لااقل دلت به حال بچت بسوزه بس کن دیگه نمیخوام به مزخرفای تو گوش بدم حیف از من که با تو زندگی کردم کدوم زندگی؟ تو به این میگی زندگی؟ که به بهای زندگی هزاران جوان تموم میشه؟ ولی بدون قبل از این که بخوای منو از بین ببری تو با احمدو لو میدم بذار نصیحتی بهت بکنم اگه بخوای کوچکترین اطلاعاتی در مورد ما با کسی در میون بذاری اونا تو رو میکشن دیگه این زندگی برام مفهومی نداره من سال هاست که مردم اگه تو امروز با تو زندگی کردم فقط به خاطر این بچه ای بیگناه بوده دیگه آخر خطه تو باید از زندگی من و بچت بری بیرون بچه مال خود منه هیچ احتیاجم به تو نیست برو هر کاری دلت میخواد بکن باشه میرم ولی کاری میکنم که از کرده خودت پشیمون بشی خواهش میکنم بلوف نزن تو همچین جرأتی نداری بهت نشون میدم برو هر غلطی میخوای بکن حالا خواهیم دید الو سلام ماما هیچی بازم مثل همیشه نه دروغ میگفت نمیخواد ترک کنه تازه امروز فهمیدم آقا قاچاقچی هم هست بله همین کارو میکنم الان میخوام به کمیته اطلاع بدم باشه ماما تا قبل از اینکه کار به جایی باریک برسه اقدام میکنم بله باشه ماما بله الان تماس میگیرم باشه خداحافظ الو سلام برادر کمیته مرکزی ستاد مبارزه با مواد مخدر Thank you.
بازم که دیر کردی. آخه بازم حرفون شد. باز مثل همیشه با زن دعوا چه؟ نه بابا، این دفعه دیگه فرق میکنه. اگه موردی پیش اومده؟ آخه زنم همه چیزو فهمیده، تمام حرفای من رو شنیده. حتما لطف. فکر نمیکنم. اگه موردی پیش بیاد تو درد سر بود. چرا اینجا نگه داشتی؟ تو همینجا پیادش. پس جنسا چی؟ من خودم جنسا رو میرسونم به تیمور. خیلی مواظب باش، ممکنه تحت تعقیب باشی. برو پایی، برو محتا نکن. در حالی که پرویز معتاده، جنس هم در سطح کشور توزیع میکنه. چطور شده این یکی معتاد شده؟ پرویز قبل از اینکه معتاد بشه ورزشکار ورزیده‌ای بوده. از قرار معلوم پرویز امروز صبح میخواسته بره پیش دکتر برای ترک اعتیاد که احمد سر میرسه و از پرویز میخواد که جنس رو به تیمور برسونه. بیشتر اوقات با همسرش جنگ و جدال داره. عجب زندگی بی سر و صدایی. بله، البته ناگفته نمونه. توسط خواهرمون ژیلا تونستیم دو تن از اعضای باند رو شناسایی کنیم. میشه گفت کمک موثری بود. ما هم سریعا اقدام کردیم. در حال حاضر مشغول تکمیل پرونده هستیم. اگه مردم با ما همکاری لازم رو بکنن، ما میتونیم این مواد خانمان سوز رو ریشه کن کنیم. ژیلا همسر پرویز؟ اطلاعاتی در مورد پرویز و احمد در اختیار کمیته گذاشته. جالبه؟ قربان، اگه اجازه بدین پرویز رو یک گوشمالی بدیم، چون امکان داره همه ما رو لو بده. بله،
بفرستینش بیاد تو. آقا تشریف آوردن. محبل بفرمید تو. چرا احساس غریبی میکنه؟ بیا جلو. کارات موقعیت هممونو به خطر انداختی. من نمیخواستم اینطور بشه. ببند اون دهن کثیفتو. مگه بهت نگفتم اون زر از سرت رد کن؟ چرا؟ ولی حاضر نمیشه طلاق بگیره. ای بی کفایت، تو ما رو بازیچه خودت قرار دادی. ببرینش. نه خواهش میکنم، بهم فرصت بدی. یه بار دیگه بهم فرصت بدی، خواهش میکنم. بلم کن، بلم کن. ببرینش. بلم کن. مراقب پرویز باشید، مواظب باشید فرار نکنه. یکم بفرستیم مراقب کارای ژیلا باشید. برادرت که اومد خودت باهاش صحبت کن، بلکه سر عقل. چند بار گوشش اصلا بدهکار نیست، همش طولاک خودشه. یه بار دیگه هم امتحان کن پسرم، ضرری نداره. بیفایده است مادر، خودت خوب میدونی که بیفایده است. چی بیفایده است؟ چی بیفایده است؟ چرا به مامورین نمیگی دست از سرم بردارن؟ همش مواظب منن. مگه جز تعقیب من کار دیگه ای ندارن؟ اگه من مجرمم، پس چرا دستگیرم نمی کنی؟ یالا منتظر چی هستی؟ دستبند تو بزن. بس کنی. من تابع قانونم. بهتره بدونی که اونا همیشه مواظب اعمال و رفتارت هستن و هر آن ممکنه گرفتار قانون بشی. بس کنین دیگه، خجالت هم خوب چیزیه. شماها هیچ فکر مادر پیرتون رو نمی کنین. آخه واقعا اینم شد زندگی که تو واسه خودت درست کردی احمد؟ من میرم مادر. تا زمانی که قانون تو این خونه حاکمه، جای من تو این خونه نیست. احمد، احمد داره میره، یه فکری بکن. بذار بره مادر، خودش برمیگرده. تنها توصیه من اینه که در مورد انتخاب افراد بیشتر دقت کنید تا به مشکلاتی برخورد نکنید. قربان، این اشتباه از جانب احمد بود، ولی شدیداً خونسا شد. وضعیت احمد به چه شکل پیش میره؟ آیا با موردی برخورد نکردی؟ خیر خانم، هنوز موردی پیش نیامده. خوشحالم که اینو میشنوم. قربان، در مورد پرویز و ژیلا چه عواملی داری؟ فعلا هیچی. وقتی آب از آسیاب افتاد، بعد به نوعی از وجود پرویز استفاده میکنه. میتونی بری. با اجازه. به زحمت افتادی مادر، دستت درد نکنه. اختیار دارین، چه زحمتی؟ وای تو رو خدا، ببین چقدر زحمت کشیدی. من که کاری نکردم. راضی نبودم این کارو بکنی محبوبه. بفرمایین. زحمت نکش مادر.
اگه بدونی چقدر خوشحالم میخوام نوه‌دار بشم. آخ چقدر پام درد میکنه. اینشالله وقتی بچه به دنیا آمد تو رو میبرم خونه، خودم ازت پرستاری میکنم. تا یادم نرفته سوغاتی تو بدم. قربونه دستتون برم مادر. اینو مهدی برات آورده. متشکرم. خیلی قشنگه مادر. دستش درد نکنه. خیلی ممنونم. همه تونو تو زحمت انداختم. این چه حرفیه میزنی؟ چه زحمتی؟ من دارم میرم بیرون، چیزی لازم نداری؟ نه، زود برگرد، مادر دلواپس میشه. خیلی خوب، خانم با اجازت. خدا حافظ پسرم. میدونی دخترم، دیگه نمیتونم نبودن تو رو تو خونه تحمل کنم. آخه هر جا رو نگاه میکنم حرکات رفتار تو جلوی چشم مجسم میشه. کم بوده تو اون خونه خیلی معلومه. مادر جون خواهش میکنم گریه نکنید. اومدم و باز اومدم. هی برو هی بیا. از پا افتادم. به به چه جیگری. حرف نداره. حیفه که اینا میخورم. خودم باید بخورم. سلام قربان. بابا یکی جام سلام ما رو بده. خیلی بی تربیت این والا. بفرمایید. گلو جیگرش تازه است. خواهش میکنم میل بفرمایید. بفرمایید. شما هستین قربان؟ امر بفرمایید. همه چیز خوب پیش میره. بله قربان. خیالتون از هر جهت راحت باشه. اومده بودی اینجا، شما چیزی به من نگفتین. وا برفرض که گفتیم که چی؟ یعنی چی؟ من نباید بدونم توی خونه چه اتفاقی میفته؟ کدوم اتفاق مرد؟ چرا داری موضوع رو بزرگش میکنی؟ بزرگش میکنی کدومه؟ یعنی سرنوشت دختر دسته برد مهم نی؟ چرا مهم نیست؟ میگه چی کار کنم ها؟ خب معلومه دیگه، تو مادرشی،
باش صحبت کن، برگره سر خونه زندگیش. مگه اینجا خونش نیست؟ دیگه دارم از دست تو کلافه میشم، نکنه میخوای تا آخر عمر پیش خود نگرش داری؟ معلومه، مگه از جونش سیر شدم؟ پس چرا شوهرش دادی خانوم؟ اون وقتی که گفتم بذار دربارش تحقیق کنم گفتی نه. من تحقیق کردم، پسر مهندسه، زیادم پافشاری کنیم ممکنه خانوادش منصرف بشن. چه میدونستم، کف دستمو که بو نکرده بودم. چند روز دیگه محبوب فارغ میشه، تکلیف اون طفل معصوم چیشه خانوم؟ من چه میدونم، بچه من که گناهی نکرده. داخل جانم اینجا حرف نشد، باید فکر اساسی کرد، یه طرفه که نمیشه قضاوت کرد. از بس تو گفتی یه لقمه غذا رو زهر مارش کردی. یعنی چه؟ این حرفا کدومه؟ میگه خفه خون بگیرم و هیچی نگم؟ آخه ناسلامتی، من پدر دخترم. سرکار اگه پدرشی منم مادرشم. شما هم قرار کردی؟ مادر راست میگه، محبوب حق نداره برگرده تو اون خونه. تو دیگه چی میگی؟ تو مادر دست به یکی کردین، هیچ به فکر اون دختره نیستین. ده؟ من نمیذارم محبوب دیگه برگرده تو اون خونه. سرکار چی کاره باشن؟ من برادرشم، حق اینو دارم که نذارم تو اون منجلابی که اون براش درست کرده غرق بشه، و اگه لازم باشه جلوش با میستم. میبری؟ برو کنار از سر رو بذار ببینم. چی؟ جواهرات منو کجا میبری پرویز؟ این تنها سرمایه یه که برای من باقی مونده. خجالت نمیکشی؟ تو تمام زندگی منو به باد دادی، حالا میخوای هرچی دارم و ندارم بفروشی ببری بدی به اون گروه لعنتی؟ آخه چرا پرویز؟ چرا؟ تنها چیزی که نتونستی بفروشی این خونه است، اونم فقط برای اینکه به اسم منه. نه، بهت اجازه نمیدم جواهراتمو ببری. نه پرویز، نه، خواهش میکنم پرویز، خواهش میکنم. نوه از اولاد خود آدم شیرین تری، اونم بعد از چند سال انتظار بچه ای پاشو میذاره تو این خونه. اگه بدونی مهدی چقدر خوشحالم. ایشالله وقتی که نوت به دنیا اومد همراه زنده داشت میفرستمتون پابوس امام رضا. ایشالله زنده باشی مادر. کاش احمدم سر عقل بیاد و بره دست زن بچهشو بگیره و بیاره سر خونه و زندگیش. این تنها آرزوم مهدی. به امید خدا درست میشه مادر، فکرشو نکن. بالاخره لباس نوام هم تموم شد. قشنگه؟ خیلی قشنگ شد. الو، بله.
کی؟ راست میگی؟ ایشالله به سلامتی. بله بله خونه گوشی رو نگه داریم. مادر بفرمایین عروستون رو بردن بیمارستان برای زایمان. خدا رو شکر. بده ببینم خوشی. الو سلام مرزیش. خدا حافظ. بخیر مادر. پاشو بریم. بریم. چرا انقدر طول کشید؟ دیگه داره صبح میشه که. نمیتونم والا. اون که از شوهرش باشه. اونم از پدرش. آقا ول کرده گذاشته رفته مسافرت. نمیدونم چی کار کنم از وسط این مرد. سلام خانم جون. سلام خانم جون. محبوب فارغ شد، یه پسر خوشگل به دنیا آورد. قربونت برم الهی، خسته نباشی. قربون شما خانم. حال محبوبه چطوره؟ خوبه خانم جون، حالش کاملا خوبه. خدا را شکر. میدونی خانم جون، عین احمده، درست مثل سیری که از وسط نصف کرده باشن. والا به خدا خانم جون، اگه بدونی نوتون چقدر خوشگله، ماشاءالله، درست مثل یه دسته گل میمونه. خدیجه خانم، مژدگانی داری، بچه پسره و سالمم هست، مبارکه. تبریک میگم خانده این. تبریک میگم خاله جون، مبارکه. مهدی جون، قربونت برم، چشمت روشن، داداشت پسردار شد، یه پسر خوشگل و مامانی. راست میگی. خوشحالم که اینو میشنوم. خب بالاخره شما هم نوه‌دار شدی. اشک شوق مادر، دلم میخواست اینجا بود و بچه‌شو میدید. بفرمایین خدیج خانم. بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین، قابلی نداره. بفرمایین آقا رضا. بفرمایین دهنتون رو شیرین کنین. ممنون. خواهش میکنم بفرمایین. بفرمایین. آه
احمق، تو از دستور سرپیچی کردی. مگه به تو گفته نشده بود که حق ملاقات خانواده تو نداری؟ شما حق ندارین با من اینطور رفتار کنید. براتون گرون تموم میشه. اگه کوچکترین خلافی از سر بزنه از سر رامون وارد میدارم. کاری میکنم از کردت پشیمون بشی. ضمناً جنسا رو همراه سعید و فرهاد بفرستین، تیمور منتظره. برین. با اجازه. اینطور که میبینم هنوز پرویز رو پیدا نکردی. قربان، افراد دارن سعی و تلاششون رو میکنن. تو اجازه دادی پرویز همینطور تو خیابونا پرسه بزنه. قول میدم تا 24 ساعت دیگه پرویز رو بیارم خدمت. نمیخوام پرویز به دست مامورین بیفته. برای پیدا کردن پرویز از تمام افراد استفاده کن. اطاعت قربان. ببخشی، در مورد ژیلا چه دستوری میدید قربان؟ ژیلا خانم، شمایی؟ سلام خانم، حالتون خوبه؟ سلام، متشکرم. مثل این که با هم کنار اومدین. آره؟ نه خانم، هنوز به توافق نرسیدیم. آدم نباید زندگیشو فدای اینطور مردا کنه. زندگی یه روز دو روز نیست، یه سال دو سال نیست، یه اون باید با این مرد زندگی کنی. بله، حق با شماست. پس پسرت علی کجاست؟ گذاشتم پیش مادرم. بالاخره خدا بزرگه، درست میشه. ناراحت نباش. خدا حافظ. Hey!
خانوم؟ شیلا خانوم، در رو باز کنید، منم همسایتون. الو؟ 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 اداره پلیس؟ اون پارچه رو لطفاً برده. آها، متشکرم. خیلی. اینطور که پیداست گویا با ضربه‌ای که به سرش وارد شده به قتل رسیده. اثر ضربه کاملاً مشهوده. قربان، اون پیرزنه که جریان تلفنی اطلاع داده دم دره، بیارمش خدمتون. بگو منتظر باشه، خودم میام. بله قربان. بالاخره کار خودشونو کردن. هر چه زودتر باید پرویزو پیدا کنین. جون اونم در خطره. تو باید بدونی کی زن منو به قتل رسونده. یعنی چی؟ مگه ژیلا به قتل رسیده؟ تو بهتر میدونی، خودتو به اون راه نزن. ببین پرویز، بهتر خودت هم در بری، جونت در خطره. یعنی تو داری منو تهدید میکنی؟ تو چرا اینقدر احمقی؟ تو نباید اینطور حرف بزنی، این درست نیست. تو توی دردسر افتادی مرد. اونا دنبال تو میگردن، الانم مراقب ما هستن. حالا میگی من چی کار کنم؟ من نمیدونم. اونجا رو نگاه کن. حالا فهمیدم اونا به تو مأموریت دادن سر منو به قتل برسن. پس تو اونا کشتی؟ آفرشو! بریم دنبال تو بچه ها. Yeah.
گرفتیمش. خب برو ماشینی بیار. ببرینش را بیافت. برو بالا. ماشینو بیار جلوی بیمارستان تا من تلفنی به رئیس اطلاع بدم. اینجا بگی بشین تا من برم تلفن بزنم برگردم. مرزی، ببخشید مرزی خانم. سلام. احمد، تو اینجا چی کار میکنی؟ سرت چی شده؟ ها؟ مرزی، الان فرصت توضیح دادن ندارم. ازت خواهش میکنم، امانتی دارم که باید به دست مهدی برسونی. موضوع چیه؟ بگیر. بگیر مرزی. خیلی خوب، دیگه برو. مراقب من هستن. خانم مرزی لشکری. خانم مرزی لشکری، هر چیز زودتر به اتاق عمل. خب دیگه، من رفتم. خانم مرزی لشکری، هر چیز زودتر به اتاق عمل. خداحافظ. رئیس دستور اکید داد که در اسرع وقت پرویزو به سزای اعمالش برسونه. نمیشه کشتن پرویزو بذاریم بعد از برگشتن از زاهدان. نه، این ماموریت رو به عهده تو میذارم. به روی چشم. برو. اطاعت میشه. ضمناً رئیس تاکید کرد بعد از کشتن پرویز هرچه زودتر راهی زاهدان بشیم. باید خودتون رو برای این ماموریت آماده کنید. ما باید با سابر بندری در زاهدان تماس بگیریم و جلو افتادن قرارمون رو بهش اطلاع بدیم که بتونه جنسا رو به موقع حاضر کنه. فکر میکنم در حال حاضر آمادگی رفتن به زاهدان رو داشته باشیم. چاره ای نیست، باید هر طور شده ترتیب رفتن به زاهدان داده بشه. رئیس روی رفتن به زاهدان خیلی تاکید کرد، دلیلش هم به هم نگفت، ولی به طور یقین مسائلی هست که باعث شده رفتنمون به زاهدان جلو بیافته. فقط باید هرچه زودتر ترتیب کار پرویز بدید. شنیدین؟ خیالتون راحت باشه. این دستور رئیس. بریم بچه ها. بریم. با اجازه قربان.
پیاده شد. بیا پایین. بعد از انتظار زیاد بالاخره برادر احمد تلفنی اطلاعات لازم رو به ما داد. تلفن برادر احمد حاکی از این بود که اعضای باند قاچاق برای تحویل گرفتن محموله ها رأس ساعت 3 بعد از ظهر در محل مورد نظر حاضر میشن. شما باید حضور داشته باشید و با حرکت ضربتی اونها رو غافلگیر کنید. با ستاد مبارزه با مواد مخدر زاهدان هماهنگی شده؟ بله، قبلا هماهنگی لازم رو کردیم. در این مورد مشکلاتی نخواهید داشت. خدا را شکر. بالاخره احمد سر عقل اومد و با ما همکاری کرد. خب، این بلیتتون و اینم حکمتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون. خدا حفظتون کنه. متشکرم. خدا نگهدارتون. با امید دیدار. خب دیگه بریم. بریم. امروز پاک خسته شدم. از دیروز زیادم اتاق عمل بودم. منم امروز کارم زیاد بود. مگه کار تموم نشده؟ چرا؟ شیفتم هنوز نیومده. راستی تو یادم نرفته کتابت آوردم بهت بدم. خوب شد دیدمت، وگرنه باز باید برمیگردوندم. ای وای، این یادداشت رو باید. برادر جان سلام. از اینکه محبوبه رو به خونه آوردین خیلی خوشحالم. حالا دیگه خیالم از طرف اون و بچه‌م راحته. اگه بدونی چقدر دلم براتون تنگ شده. مهدی، خواهش میکنم بچه‌مو از طرف من چند بار ببوس. شرمندم که نتونستم وظیفه برادریمو به جا بیارم و پشیمونم از اینکه نشد همکاری لازم رو با تو بکنم. آخه منو تهدید کرده بودن که حق دیدن تو و خانوادمو ندارم. اگه به حرفاشون گوش نمی کردم تو رو می کشتم. من برای اینکه آسیبی به تو نرسونم اجباراً از دستوراتشون اطاعت می کردم. همین که نامه به دستت رسید حرکت کن که روز یک شنبه اعضای باند عازم زاهدان هستن و جنسا رو از صابر بندری تحویل میگیرن. فرصت رو از دست نده. منم اونجا با تو همکاری میکنم. سلام. سلام. سلام برادر. سلام برادر. سلام برادر. سلام برادر. سلام. خب، زیاد که منتظر نموندی. نه خیر. چند دقیقه نیست که اومدیم. به هر حال از دیدنتون خوشحالیم. با کمک شما شاید بتونیم موفق بشیم. ایشالله. ما هم خوشحالیم. برادر گودرزی تو قرارگاه منتظره. بفرمایید بریم. بریم.
پیدا شد. حالا میبینم منم همینطور. محمود حاضره، بقیه پول هم حاضره، میتونین بیان تحویل بگیرین. تو را مشکلی که نداشتی؟ نه مشکلی ندارم. خیلی ممنون. خیلی خوب بچه ها، جنس ها رو تحویلشون بدین. Thank you.
زیر سر توه، آره؟ افیلا قادر، قادر اسلحتو بنداز، اسلحتو بنداز قادر، بهتر خودتو تسلیم کنی. اگه جلو تر بیاین میکشمش. بهتر از سر رام برین کنار. اگه به جون برادر دلاغ منده افرادت بگو کاری به کار من نداشته باشم. مهدی، به حرفاش گوش نکن. نمیخوام به خاطر من این جانی رو رها کنی. احساس آرامش میکنم. مهدی، ممکنه دیگه من زنده نمونم. قول بده مهدی، قول بده تا وقتی علی پسرم بزرگ بشه سرپرستی اونو به عهده بگیری. نه مهد، نه، تو باید زنده بمونی. علی به تو احتیاج داره. خدایا خودت کمک کن. خدا مرگم بده الهی، انگار احمدم آمد. خدا جون ناراحت نباش، دارم فقط دعا کن. ایشالله خوب میشه. تکون نخورید. یه پایی دلوه برین کنار دیوار، دستا رو دیوار. مرکز سوژه دستگیر شد. موقعیت 24. بفرمی خواهش با سواب شد. برید بالا. حسین، شما با راننده آژانس بیاید. متاسفم، ما سعی خودمونو کردیم. موسیقی
یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ آخه احمد پسر